با نام و یاد خداوندگار بزرگ، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دانشجویان گرامی و عزیز و همراهان همیشگی عزیز فرادرس. بنده محمد محمدی هستم، دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی. بسیار خرسندم از اینکه در خدمت شما عزیزان خواهم بود با آموزش حقوق مدنی 5، مرور و حل تست کنکور ارشد و دکترا. در اینجا فصل اول رو با هم دیگه شروع می کنیم. فصل اول ما اختصاص داره به شخصیت و عوارض آن. می خواهیم ببینیم چه تست هایی در این رابطه در آزمون های ورودی های مختلف، آزمون ارشد، آزمون دکتری، آزمون سردفتری، آزمون وکالت، آزمون قضاوت مطرح شده و ما برای شما عزیزان این مطالب رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و تحلیل میکنیم. وارد مباحث درسیمون میشیم. اولین مورد در اینجا در ارتباط با شخصیت و عوارض اون هست. اولین تست رو ما در ارتباط با شخصیت برای شما عزیزان مورد بحث و بررسی قرار دادیم که در ارشد و خصوصی سراسری سال 82 مطرح شده. بیان میکنه که حقوق شخصیت عبارت است از 4 تا گزینه مطرح کرده. گزینه ها رو میخونیم. میخواد یک تعریف رو به دست بده. میگه مجموع مقررات حاکم بر شخصیت رو دارا میشه. حقوقیه که هر شخص صرف نظر از موقعیت اجتماعی خودش دارا میشه. حقوقیه که هر شخص صرف نظر از موقعیت اجتماعی خودش دارا میشه و خارج از دارایی قرار میگیره. حقوقی که هر شخص با توجه به موقعیت اجتماعی خودش در جامعه دارا میشه و جزء دارایی. خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این دو مورد اول، یعنی گزینه الف و ب، یه مقداری دور از ذهنه. چرا؟ چون تعریف جامع و مانعی برای ما ارائه نمیده. میایم سراغ گزینه جیم و دال. گزینه جیم و دال، یکی اومده خارج از دارایی در واقع قرار داده حقوق شخصیت رو و دال اومده گفته جزء داراییه. میخوایم تحلیل کنیم ببینیم کدومشه. حقوق مربوط به شخصیت تو این پرسش به عنوان حقوق شخصیت نامگذاری شده. به حقوق اصطلاحاً اطلاق میشه که صرف نظر از موقعیت و جایگاه اجتماعی و شغلی به اشخاص تعلق میگیره. این حقوق جزء دارایی شخص نیستن. چرا؟ چون نتیجه اون اینه که با فوتش به ورثه منتقل نمیشه. بنابراین حقوق مربوط به شخصیت با حقوق بشر تفاوت داره. حقوق مربوط به شخصیت غیر مالیه، در حالی که برخی مصادیق حقوق بشر مثل حق مالکیت مشروع جنبه مالی داره. علاوه بر اون حقوق بشر حقوق اساسی و یک حقوق اصلی محسوب میشه، در حالی که برخی از مصادیق حقوق مربوط به شخصیت مثل حقوق خاصی که مطرح میشه جنبه اساسی ندارن. بنابراین مباحث مربوط به حقوق بشر جز حقوق عمومیه، چون به روابط بین اشخاص و دولت ها مربوط میشه، در حالی که حقوق مربوط به شخصیت در روابط بین اشخاص و حقوق خصوصی مطرح میشه و بخشی از حقوق خصوصیه. بنابراین گزینه جیم گزینه صحیح ما است که خارج از دارایی قرار میگیره و قابلیت نقل و انتقال با فوت وجود نداره. میریم سراغ تست بعدیمون. در اینجا میخوایم آثار انفکاک ناپذیری شخصیت رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. این سوال در آزمون ارشد حقوق خانواده سراسری سال 88 مطرح شده که بیان میکنه کدام گزینه از آثار انفکاک ناپذیری شخصیت و دارایی نیست. 4 تا گزینه رو مطرح میکنه. گزینه الف، دارایی فقط شامل بخش مثبت و شامل بخش منفی نمیشه. ب، فقط اشخاص طبیعی یا حقوقی میتونن دارایی داشته باشند. جیم، انتقال کل دارایی در زمان حیات ممنوعه. و دال، هر شخص فقط یک دارایی داره. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که انتهای سوال منفی، فعل منفی به کار برده. گفته کدام گزینه از آثار انفکاک ناپذیری شخصیت دارایی نیست. یعنی 3 تاش هست، یکیش نیست. حالا که میگیم 3 تاش هست، یکیش نیست، یعنی 3 تا گزینه در ارتباط با آثار انفکاک ناپذیری درسته،
یه دونش درست نیست. خب میایم از آخر نگاه میکنیم. هر شخص فقط یک دارایی داره. این مقوله کاملا درسته. مورد بعدی، انتقال کل دارایی در زمان حیات ممنوعه. اینم در ارتباط با بخش انفکاک ناپذیری شخصیت و داراییه. مورد بعدی، فقط اشخاص طبیعی یا حقوقی میتونن دارایی داشته باشن. اینم باز در ارتباط با آثار لحاظ میشه. تنها گزینه‌ای که میگه دارایی فقط شامل بخش مثبت و شامل بخش منفی نمیشه اینه که طبیعتاً درست نیست. چرا؟ چون میگیم دارایی هر شخص متشکل از دو بخشه، بخش مثبت و بخش منفی. تو بخش مثبت دارایی اموال، حقوق مالی و مطالبات شخصه، ولی تو بخش منفی دیون و تعهداتش قرار میگیره. پس داره شامل بخش منفی هم میشه، اینجا گفته نمیشه. تجزیه دارایی به دو بخش و قرار دادن دیون و تعهدات جزء دارایی شخص اینجا زیر مجموعهش از نتایج تفکیک ناپذیر بودن دارایی از شخصیته. چون دارایی از شخص جدا شدنی نیست، فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی میتونن دارایی داشته باشن. اشخاص نمیتونن تمام دارایی خودشون رو در زمان حیات انتقال بدن. چرا؟ چون منجر به بدون دارایی شدن شخص میشه و هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط یه دونه دارایی بیشتر نداره. البته اشخاص حقیقی یا حقوقی میتونن با ایجاد شخص حقوقی جدید یه بخشی از داراییشون رو به شخص حقوقی جدید منتقل کنن. یعنی شرکت‌های زیر مجموعه‌ای یا اصطلاحاً شرکت‌های لایه‌ای، یا بهشون میگن شلف کورپوریشن، یعنی شرکت‌های زیر مجموعه لایه‌ای که اینها به صورت یک هلدینگ ارائه میشن و دارایی‌های هر کدوم میتونه متفاوت از دیگری باشه. پس گزینه سعی ما اینجا گزینه الف خواهد بود. در اینجا ما میخوایم راجع به شخصیت یک پرسش رو که در ارشد و خصوصی سراسری سال 75 مطرح شده مورد بررسی قرار بدیم، ویژگی‌هاش رو با هم مورد مطالعه قرار بدیم و ببینیم چیه و میخواد چه چیزی رو به ما آموزش بده. میگه در حقوق ایران ما باید تکمیل کنیم این رو، الف به جیم و دال. در حقوق ایران برای انسان‌ها برخورداری از شخصیت وابسته به داشتن قوه ادراک است. این میخواد بحث اهلیت‌ها رو مطرح کنه، اهلیت استیفا، اهلیت تمتع و این موارد رو. ب، برای آنکه انسان واجد شخصیت شناخته شود باید دارای اهلیت استیفا باشد. جیم، برخورداری از شخصیت منوط به آن است که فرد بشر زنده متولد شود و دارای قابلیت بقا هم باشه. و دال، دارا بودن شخصیت منوط به موجودیت فرده و یکایک افراد بشر دارای شخصیت هم. طبیعتا شخصیت انسان با زنده متولد شدن شکل میگیره و تا زمان فوت ادامه داره. داشتن قوه درک و عقل شرط لازم برای داشتن شخصیت نیست. عقل شرط برخورداری از اهلیت استیفا. دیوانگان شخصیت و اهلیت تمتع دارن، منتها از اهلیت استیفا بی بهرن و حقوق اونا باید توسط کی اداره بشه؟ توسط ولی یا قیم. بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم گزینه الف و ب کاملا نادرسته و روشنه. و نادرست بودن گزینه جیم هم به این دلیل که انسان با زنده متولد شدن دارای شخصیت میشه و برخورداری از شخصیت منوط به قابلیت بقای حیات انسان نیست. در نتیجه حمل به محض تولد از شخصیت بهره‌مند میشه، حتی اگه به تشخیص پزشک از قابلیت بقا و زنده موندن برخوردار نباشه. یعنی اگر یک فردی جنین که وضعیتش مشخصه، هیچ کاری بهش نداریم. اگر فردی متولد شود و زنده متولد بشه، حتی اگر یک ساعت زنده باشد و بعد فوت کنه، اون شخصیت انسانی داره و اگر کسی در این یک ساعت به او آسیبی برسونه، طبیعتاً این فرد آسیب به انسان رسونده، انسان زنده، و مجازاتش مجازات انسان زنده است. چرا؟ چون اون دیگه جنین محسوب نمیشه و متولد شده و تمام حقوق انسانی رو داره. بنابراین کامل ترین گزینه در اینجا گزینه دال هست.
که دارا بودن شخصیت منوط به موجودیت فرده و یکایک که افراد بشر دارای شخصیت هستند. چیزی است که ما در ارتباط با حقوق بشر هم اینها رو مطرح می کنیم و بیان می کنیم. بنابراین در ارتباط با شخصیت هم یک تست مطرح شد و برای شما عزیزان اون رو تحلیل کردیم. در اینجا می خواهیم راجع به اشخاص حقوقی برای شما عزیزان صحبت کنیم و تست هایی که در این زمینه وجود داره رو تحلیل کنیم. اولین مورد در اینجا بحث مؤسسات غیر تجاری هست. یک سوال مطرح شده در آزمون ارشد حقوق خانواده سراسری سال 88. بیان میکنه مؤسسات غیر تجاری آن دست از اشخاص حقوقی هستند که برای چه چیزی تشکیل میشن؟ حالا 4 تا گزینه داده. اول الف امور خیریه، به مقاصد عام المنفعه، جیم مقاصد غیر سودآور و غیر انتفاعی، و دال مقاصدی مانند امور علمی و خیری اهم از انتفاعی یا غیر انتفاعی. طبیعتاً سوال به دنبال توصیف و تشریح مؤسسات غیر تجاری هست که بر اساس ماده 1 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی بیان میکنه مقصود از تشکیلات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی، ادبی، امور خیریه و امثالون تشکیل میشه. اهم از این که این مؤسسه و تشکیل دهندگانش قصد انتفاع داشته باشن یا نداشته باشن. پس اهم از انتفاعی یا غیر انتفاعی بودنش کامل ترین گزینه، گزینه دال هست که گزینه سعی ما هم گزینه دال هست. اشخاص حقوقی و خصوصی یک سری ویژگی های خاص دارن که تو این تست که در آزمون ارشد و خانواده سراسری سال 93 مطرح شده بررسیش میکنه. میگه در خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری باید به ثبت برسند، کدام یک از گزینه های زیر صحیحه؟ الف مؤسسات غیر تجاری ممکن است از زمان ثبت یا تشکیل شخصیت حقوقی پیدا کنند. ب تنها معیار تعیین تابعیت این مدل از اشخاص محل اداره اونهاست. جیم ایجاد این گونه اشخاص همواره نیازمند وجود قصد و رضا است. میگه کدومش صحیحه؟ دال نامی که برای این گونه اشخاص تعیین میشه تنها کافیه در واحد ثبتی که تقاضای ثبت اون میشه تکراری نباشه. خب چیزی که وجود داره اینه که مؤسسات غیر تجارتی مثل شرکت‌های تجارتی تو مرحله تشکیل ماهیت قراردادی دارن، بنابراین وجود و رعایت شرایط عمومی صحت معاملات برای تشکیل این مؤسسات به صورت صحیح و قانونی لازمه. یکی از شرایط لازم اونه که مؤسسین طبق بند 1 ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا داشته باشن. پس به ترتیب بیان می‌کنیم دلیل نادرستی گزینه الف چیه؟ اینه که طبق ماده 584 قانون تجارت مؤسسات غیر تجارتی از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه تعیین میکنه شخصیت حقوقی پیدا میکنن، بنابراین صرف تشکیل این مؤسسات سبب شکلی شخصیت حقوقیشون نمیشه. این گزینه الف غلط. دلیل نادرستی گزینه ب هم اینه که طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی رو دارن که اقامتگاه اونها تو اونجا قرار گرفته. این ماده معیار تعیین تابعیت همه اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات غیر تجارتی رو اقامتگاه گذاشته و همینطور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قانونگذار معیار کنترل رو برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات غیر تجارتی پذیرفته، بنابراین اینجا کاملاً مشخصه. پس چیزی که برای ما اینجا تعیین کننده بود و گزینه صحیح بود گزینه جیم. بقیه موارد یک سری ایراداتی درونش وجود داره. چیزی که در ادامه ما میتونیم اینجا تو توضیح غلط بودن بقیه گزینه ها بیان کنیم، میگیم تبصره 5 ماده 5 همین قانون هم بیان میکنه، میگه اشخاص حقوقی خارجی با حداقل 51% سهام ایرانی ایرانی محسوب میشن.
بنابراین تنها معیار تعیین تابعیت مؤسسات غیر تجارتی معیار اقامتگاهشون نیست. دلیل نادرستی گزینه دالم اینه که برای ثبت مؤسسات غیر تجارتی صرفاً غیر تکراری بودن نامشون کافی نیست، یه سری چیزای دیگه هم میخواد. این طبیعیه، اینجا اومده این رو انحصاری قرار داده. پس غلط گزینه دال. در رویه اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجارتی شرایط مختلفی برای اسم مؤسسات غیر تجارتی لازم قلمداد میشه. مثلا نام منتخب برای این مؤسسات نباید از الفاظ و عبارات مستهجن یا الفاظ بیگانه و خارجی باشه. پس اینجا گزینه دال به دلیل اینکه نوشته تنها کافی است اون رو انحصاری کرده. این انحصاری بودن باعث غلط شدن گزینه دال شده. پس گزینه صحیح ما گزینه جیم خواهد بود. در ادامه ما اشخاص حقوقی رو داریم که این سوال در آزمون ارشد و خصوصی سراسری سال 85 مطرح شده. بیان میکنه کدام گزینه صحیح است. الف، وجود کلیه اشخاص حقوقی به استثنای مؤسسات دولتی منوط به ثبت است. ب، کلیه، یعنی سه تا گزینهش در واقع غلطه، یک گزینهش درست. ب، کلیه اشخاص حقوقی بدون ثبت ایجاد می شوند ولی کمال شخصیت آنها منوط به ثبت است. جیم، وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی منوط به ثبت نیست ولی وجود اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به ثبت نیاز دارد. دال، وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی و شرکت‌های بازرگانی منوط به ثبت نیست اما وجود مؤسسات خصوصی غیر تجاری به عنوان شخص حقوقی منوط به ثبت. ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم ماده 587 قانون تجارت مؤسسات و تشکیلات دولتی رو به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میدونه. در مقابل بر اساس ماده 584 قانون تجارت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری از تاریخ ثبت تو دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه تعیین میکنه شخصیت حقوقی پیدا میکنن. بنابراین شکل‌گیری شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجارتی هم منوط به ثبت اونهاست. پس دقیقاً اینجا برای ما گزینه جیم صحیحه، چون اشخاص حقوقی حقوق عمومی منوط به ثبت نیست ولی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به ثبت نیاز داره. پس به طور کامل این سوال رو پاسخ دادیم و گزینه جیم گزینه صحیح. سه گزینه دیگه غلطه، حتی از نظر اعتباری هم غلط هست. نه تنها در این سوال غلطه بلکه از نظر اعتباری و مفهوم اونها هم غلطه. در اینجا ما میخوایم عنوان استفاده فرزند نامشروع از نام خانوادگی پدر رو برای شما عزیزان مطرح کنیم. این سوال در ارشد و خصوصی سراسری سال 79 مطرح شده. میگه اگر پدر و مادر طفل با یکدیگر ازدواج نکرده باشند ولی از سر مصلحت اندیشی با استفاده از تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال ولادت طفل رو متفقا به اداره ثبت احوال اعلام کنند، نام خانوادگی این طفل کدومه؟ الف، نام خانوادگی پدر طبیعی. ب، نام خانوادگی مادر طبیعی. جیم، پدر و مادر طبیعی. در واقع چیزی که اینجا وجود داره میگه مأمور ثبت احوال رأساً از میان واژه‌های آزاد یکی رو به عنوان نام خانوادگی انتخاب میکنه و دال، پدر و مادر طبیعی از میان دو نام خانوادگی خودشون اون رو که بیشتر به مصلحت و منفعت طفل باشه انتخاب میکنن و برای ثبت در اسناد سجلی به مأمور ثبت احوال اعلام میکنن. خب چیزی که از متن سوال مشخصه و کاملا واضح هست اینه که بر اساس رأی وحدت رویه شماره 617 هیئت عمومی دیوان عالی کشور کدوم گزینه درست؟ حالا گزینه درست رو الان اعلام نمی کنم. تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال به اعلام ولادت طفلی که ازدواج قانونی پدر و مادری ثبت نشده باشه مربوطه، نه به ثبت ولادت طفل طبیعی. بنابراین این تبصره میگه در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضای اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشه سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه میکنه با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم میشه. اگر مادر اعلام کننده باشه
نام خانوادگی مادر به طفل داده میشه. پس چیزی که وجود داره اینجا بر اساس تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال، ما گزینه صحیح رو گزینه الف میدونیم، نام خانوادگی پدر طبیعی. پس تعیین نام خانوادگی طفل در فرضی که در سوال مطرح شده تابع حکم تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال محسوب میشه و نام خانوادگی پدر طبیعی اینجا لحاظ میشه. بنابراین این گزینه هم به عنوان گزینه صحیح برای شما عزیزان تبیین شد. در اینجا ما میخوایم راجع به نام خانوادگی صحبت کنیم و ببینیم شرایط نام خانوادگی در تست های ورودی ها به چه صورت عنوان شده و ماده قانونی هایی که در واقع وجود داره چه چیزهایی هستن. اولین مورد در اینجا ما نام خانوادگی طفل رو داریم. این سوال در آزمون ارشد و خصوصی سراسری سال 74 مطرح شد. بیان میکنه نام خانوادگی طفلی که در چارچوب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست تحت سرپرستی زن و شوهری قرار میگیرد، حالا میخواد بگه چه اتفاقی برای این میفته. الف، به نام خانوادگی زوج سرپرست تغییر میکند. ب، غیر قابل تغییر است. جیم، به نام خانوادگی زوجه سرپرست تغییر میکند. و دال، با نظر دادگاه تعیین میشود. دقیقا این سوال بر اساس قانون حاکم تو زمان طرح اون باید پاسخ داده بشه. طبق ماده 14 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست سال 53 بیان میکنه که مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد. پس گزینه صحیح ما در اینجا گزینه الف هست، به نام خانوادگی زوج سرپرست. بر اساس قانون جدید و این نامه اجرایی، اگر زوجین سرپرستی کودک و یا نوجوانی رو عهده‌دار بشن، نام خانوادگی زوج به عنوان نام خانوادگی شخص تحت سرپرستی ثبت میشه و اگر زن یا دختر بدون شوهری با رعایت شرایط سرپرستی عهده‌دار بشه، نام خانوادگی زن یا دختر سرپرست به عنوان نام خانوادگی شخص تحت سرپرستی درج میشه. تو این فرض اگر ما اینو لحاظ کنیم، طبق ماده 5 آیین‌نامه جدید، یک نام فرضی با انتخاب سرپرست به عنوان نام کوچیک پدر تحت سرپرستی در شناسنامه اون ثبت میشه. پس اینجا هم باز به نام خانوادگی زوج سرپرست تغییر پیدا میکنه. و نکته آخر رو هم عرض کنم، طبق تبصره 2 ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی میتونه پس از رسیدن به سن 18 سالگی صدور شناسنامه جدیدی رو برای خودش با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن یا نام خانوادگی مورد نظر خودش در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی از اداره ثبت احوال درخواست کنه. پس بنابراین مطابق قانون جدید، شخص تحت سرپرستی میتونه بعد از رسیدن به سن 18 سال تغییر نام خانوادگی رو که بعد از سرپرستی به ترتیب در واقع این مدلی براش ثبت شده بود درخواست کنه. در اینجا گزینه صحیح ما گزینه الف خواهد بود. در ادامه ما حق استفاده از نام خانوادگی رو داریم. این سوال در آزمون ارشد و خصوصی سراسری سال 82 مطرح شده. بیان میکنه کدام یک از عبارتهای زیر صحیح است. الف، زوجه حق استفاده از نام خانوادگی همسر خود را ندارد. ب، زوجه فقط میتواند با رعایت حق تقدم از نام خانوادگی همسر خود استفاده کند. جیم، زوجه فقط در صورتی که اسم مجوز از دادگاه میتواند از نام خانوادگی همسر خود استفاده کند. و دال، زوجه میتواند مادام که در غیر زوجیت است با موافقت همسر خود از نام خانوادگی او بدون رعایت حق تقدم استفاده کند. اینجا طبق ماده 42 قانون ثبت احوال، زوجه میتونه با
با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت از نام خانوادگی همسرش بدون رعایت حق تقدم استفاده کنه و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اذن همسره. پس گزینه سعی در اینجا گزینه دال خواهد بود. سوال بعدی ما حق استفاده زوجین از نام خانوادگی یکدیگر رو مورد بحث و بررسی قرار داده. این سوال در آزمون ارشد و خانواده سراسری سال 98 مورد بحث و پرسش قرار گرفته. بیان میکنه در خصوص حق استفاده زوجین از نام خانوادگی یکدیگر کدام مورد صحیح است؟ الف حق استفاده زن و شوهر از نام خانوادگی دیگری مشروط به اجازه او و دارنده حق تقدم است به هر یک از زن و شوهر در دوران زوجیت حق استفاده از نام خانوادگی دیگر رو با اذنش دارند. جیم هر یک از زن و شوهر فقط با اجازه دارنده حق تقدم حق استفاده از نام خانوادگی دیگری رو داره و فقط زن در دوران زوجیت با اجازه شوهر و بدون اجازه از دارنده حق تقدم حق استفاده از نام خانوادگی اون رو داره. این مورد هم برمیگرده به ماده 42 قانون ثبت احوال که میگه زوجه میتونه با موافقت همسر خودش تا زمانی که در قید زوجیت از نام خانوادگی همسرش بدون رعایت حق تقدم استفاده کنه و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اذن همسره. بنابراین گزینه صحیح گزینه دال خواهد بود. در اینجا ما بحث فرزند نامشروع رو داریم که این سوال در آزمون ارشد حقوق خصوصی سراسری سال 85 مطرح شده. سوال این مدلی است که آیا فرزند نامشروع حق دارد از نام خانوادگی پدر طبیعی خود استفاده کند و چرا؟ الف برابر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از این لحاظ تفاوتی بین فرزند مشروع و فرزند نامشروع نیست. ب با توجه به قانون ثبت احوال نام خانوادگی پدر به طفل نامشروع داده نمی شود. جیم بر اساس قوانین ایران تفاوتی بین اطفال مشروع و اطفال نامشروع وجود ندارد و دال حق ندارد زیرا برابر قانون مدنی ولد و زنا به زانی ملحق نمی شود. خب چیزی که مشخصه طبق رأی وحدت رویه شماره 617 هیئت عمومی دیوان عالی کشور این سوال باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. قانون ثبت احوال به طور سری راجع به این که پدر طبیعی در ارتباط با فرزند ناشی از زنا مکلف به اخذ شناسنامه برای طفل یا نه تعیین تکلیف خاصی نکرده، اما رأی وحدت رویه شماره 617 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اومده پدر طبیعی رو به استناد به عموم و اطلاق برخی مواد قانون ثبت احوال مکلف به اخذ شناسنامه برای فرزند طبیعی خودش دونسته که در صورت انجام این مورد توسط پدر طبیعی نام خانوادگی پدر طبیعی تو شناسنامه فرزند طبیعی درج خواهد شد. بنابراین بر طبق رأی وحدت رویه‌ای که عرض کردم خدمتتون گزینه سعی ما گزینه الف خواهد بود که تفاوتی بین فرزند مشروع و فرزند نامشروع از لحاظ استفاده از نام خانوادگی پدر طبیعی وجود ندارد. مورد بعدی بحث تغییر نام هست که در آزمون سردفتری سال 77 مطرح شده. میگه در حقوق ایران تغییر نام کوچک، حالا 4 تا گزینه مطرح کرده، میخواد بگه شامل کدومه؟ الف بدون هیچ قید و شرطی برای یک بار در طول عمر شخص روا می باشد. ب در صورتی که از نامهای ممنوع باشد و یا اینکه دارنده اون نفع عقلانی و مشروع در تغییر اون داشته باشه ممکنه. جیم تنها به هنگامی که نام شخص از نامهای ممنوع باشه امکان پذیره و دال فقط وقتی که شخص تغییر جنسیت داده و دادگاه صالح نیز حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی صادر کرده مجازه. طبیعتاً وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تغییر نام کوچیک جز در مواردی که قانون اجازه داده امکان پذیر نیست و موارد جواز تغییر نام کوچک این مواردی است که خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم که در واقع در قانون ثبت احوال این مورد ذکر شده.
الف یا یک در صورتی که نام کوچیک شخص از نامهای ممنوعه باشه، دو در صورتی که شخص تغییر جنسیت بده، سه در صورتی که شخص پیرو دین دیگری غیر از اسلام باشه و اسلام بیاره، چهار در صورتی که در نام کوچیک عبارت یا حرف زائد و غیر ضروری یا انشای اشتباه وجود داشته باشه. طبق بند چهار ماده سه قانون ثبت احوال 55، مرجع صلاحیت دار بر تصمیم گیری راجع به تغییر نام کوچیک در فرضی که به دلیل ممنوع بودن استفاده از نام منتخب باید تغییر صورت بگیره کجاست؟ هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال. این هم باز ممکنه سوال باشه، یعنی گاهی اوقات ممکنه بگن مرجع تشخیص برای تغییر کجاست، ما باید بگیم هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال. و در سایر موارد طبق ماده 995 قانون مدنی بر تغییر نام کوچیک حکم دادگاه لازمه. بنابراین در اینجا گزینه صحیح گزینه ب هست که بیان کرده در صورت که از نامهای ممنوعه باشه و یا اون که دارنده اون نفی عقلانی و مشروع در تغییر اون داشته باشه ممکنه. این هم از بحث تغییر نام که خدمت شما عزیزان به طور کامل عرض کردیم. در اینجا ما میخوایم در ارتباط با اقامتگاه قانونی برای شما عزیزان صحبت کنیم و ببینیم شامل چه مواردی در تست ها خواهد شد. در بحث اقامتگاه قانونی سوالی مطرح شده در آزمون ارشد و خانواده سراسری سال 94. بیان کرده کدام مورد در خصوص اقامتگاه صحیح است؟ الف اقامتگاه زنی که شوهرش مهجور است اقامتگاه شوهر اوست. ب اگر شخص مرکز مهم امور خود را تغییر دهد تا زمانی که محل سکونت تغییر نکرده اقامتگاه همون محل سکونت. جیم مأموریت دائم مستخدم دولت در تغییر اقامتگاه او مؤثره. و دال چنانچه اقامتگاه انتخابی همون اقامتگاه حقیقی باشه تغییر اقامتگاه حقیقی در اعتبار اقامتگاه انتخابی مؤثره. چیزی که اینجا لحاظ میشه اینه که طبق ماده 1007 قانون مدنی اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در اونجا مأموریت ثابت دارن و تغییر محل کار مستخدم دولت در قالب مأموریت‌های کاری موقت موجب تغییر اقامتگاه نمیشه، ولی اگر مأموریت دائمی محل کار مأمور تغییر کنه، به صورت دائم تغییر کنه به دلیلی که محل انجام مأموریت ثابتش تغییر کرده، اقامتگاهش هم به تبع اون تغییر میکنه. پس اقامتگاه موقت تغییر نداره. مثلا فرض کنید یک ماه مأموریت داره در فلان شهر، دو ماه مأموریت داره، سه ماه مأموریت داره، اما اگر قرار شد اقامتگاهش دائم باشه 10 سال بره یک جای دیگه، دیگه به این نمیگن در واقع اقامتگاه موقت، میگن اقامتگاه دائم. بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم دلیل نادرستی گزینه الف چیه؟ اینه که اگر اشخاص ضمن قرارداد اقامتگاه انتخابی یعنی قراردادی برای خودشون انتخاب کرده باشند، تغییر این موارد بسیار مهمه. پس میبینیم چه تو گزینه الف که اومده اقامتگاه زنی که شوهرش مهجوره اقامتگاه شوهر گذاشته و در واقع اون رو در نظر گرفته. چرا؟ چون میگیم طبق دیدگاه غالب در دکترین حقوقی اقامتگاه زنی که شوهرش مهجوره تابع اقامتگاه شوهر نیست. بنابراین چنانچه شوهر زن مهجور باشه اقامتگاه زن محل مهم امور خودشه و طبق این دیدگاه اقامتگاه زن زمانی که شوهر ریاست و اداره خانواده رو به عهده داره بر اساس ماده 1005 قانون مدنی از اقامتگاه شوهر تبعیت میکنه، در غیر این صورت وجود نداره. بنابراین چه گزینه الف و چه گزینه دال در اینجا همین مقوله رو دارند و گزینه صحیح در اینجا گزینه جیم هست که طبق ماده 1007 قانون مدنی گزینه صحیح ما لحاظ میشه. در اینجا سوالی مطرح شده در ارتباط با مرکز مهم امور شخصی در آزمون ارشد و خصوصی سراسری سال 74. بیان میکنه چنانچه مرکز مهم امور شخصی غیر از محل سکونت اون باشه اقامتگاهش کجاست؟ الف تشخیص اقامتگاه با قاضی رسیدگی کننده است.
به محل سکونتش اقامتگاه محسوب میشه، جیم مرکز مهم امورش اقامتگاهه و دال هر کدوم از دو محل میتونن اقامتگاهش محسوب بشن. خب طبیعیه که ماده 1002 قانون مدنی گفته چی؟ گفته اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلی که شخص در اونجا سکونت داشته و مرکز مهم امورشه. پس مرکز مهم امورش اقامتگاهش محسوب میشه. اگه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امورش باشه، مرکز امورش اقامتگاهشه و اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات اونها محسوب میشه. بنابراین گزینه صحیح ما گزینه جیم خواهد بود. در ادامه محل سکونت زن رو میخوایم لحاظ کنیم. این سوال در آزمون ارشد و خصوصی آزاد سال 84 مطرح شده که بیان میکنه زنی پس از عقد ازدواج حاضر به رفتن به منزل شوهر نشده است. اقامتگاه او کجاست؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم 4 گزینه رو مشخص کرده. الف محل سکونت شوهر است، ب محل اشتغال و کار شوهر است، جیم محل اشتغال و کار خود زنه و دال محل سکونت زن. ما اینجا میگیم بر طبق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همون اقامتگاه شوهره. بر این قاعده 3 استثناء تو ماده 1005 داریم که به موجب اون زن شوهردار اقامتگاهی مستقل و جدا از شوهر پیدا میکنه. علاوه بر اون تو ماده 1005 قانون مدنی هم در مواردی هم نویسندگان حقوق مدنی یه تحلیل زدن و گفتن استثناءات شامل این موارد میشه که خدمتتون عرض میکنم. اولین مورد در صورتی که زن با رضایت شوهر اقامتگاه مستقل گرفته باشه. دومین مورد در صورتی که شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشه. سومین مورد در صورتی که دادگاه به زن اختیار اقامتگاه مستقل رو اجازه بده. چهارمین مورد در صورتی که شوهر زن مهجور باشه. 5 در صورتی که زن شوهردار مهجور باشه. و 6 در صورتی که شوهر خادم دیگری باشه در محل سکونت مخدوم و جدا از زنی زندگی کنه. پس چیزی که اینجا وجود داره این مواردی که خدمت شما عزیزان عرض کرده به استثناء میشه و طبق سوال محل اشتغال و کار شوهر اینجا به عنوان گزینه درست لحاظ شده. در بحث اقامتگاه قانونی سوالی مطرح شده در آزمون ارشد و خصوصی سراسری سال 78 که بیان میکنه اقامتگاه کدام دست از اشخاص زیر اقامتگاه قانونی یا اجباری نیست. الف تاجران، ب زنان شوهردار، جیم مأموران دولت، دال نظامیان. طبیعتاً ماده 1002 قانون مدنی میگه اقامتگاه تاجر مرکز مهم امورشه و از مصادیق اقامتگاه ارادی محسوب میشه. و اگه دقت کنیم ماده 1005 میگه اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه شوهره پس اجباریه. ماده 1007 میگه اقامتگاه مأمورین دولتی محلیه که در اونجا مأموریت ثابت دارن، این اجباریه. و ماده 1008 میگه اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستن محل ساخلو اونها است، یعنی محلیه که در واقع اونجا حضور دارند و عملیات نظامی رو بر عهده دارند و زندگی میکنن. اصطلاحاً خانه های سازمانی است یا در واقع محل هایی است که نظامیان اسکان داده میشن. این هم اقامتگاه اجباری است از نظر قانون. تنها جایی که اقامتگاه اجباری نیست اقامتگاه تاجران محسوب میشه توی فرض سوال. بنابراین پاسخ صحیح گزینه الف خواهد بود. سوال دیگه ای که مطرح شده با عنوان ایرانیان دارای تابعیت خارجی، این سوال در آزمون وکالت سال 95 مطرح شده و میگه در خصوص ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کنند کدام مورد صحیح است؟ الف تابعیت ایرانی آنان در هر حال زائل میشه، ب موظف هستند ظرف 6 ماه ترک تابعیت کنند، جیم در صورت تایید تابعیت خارجی توسط هیئت وزیران تابعیت ایرانی اونها زائل میشه، و دال تابعیت ایرانی اونها باقیه و جز وزارت نمایندگی مجلس عضویت در شورای نگهبان
و قضاوت اشتغال به مشاغل دولتی دیگه بلا مانع. طبیعتا وقتی نگاه میکنیم میبینیم گزینه جیم گزینه سعیه در صورت تایید تابعیت خارجی توسط هیئت وزیران تابعیت ایرانی اونها زائل میشه. بنابراین گزینه صحیح در ارتباط با ایرانیانی که تابعیت خارجی رو تحصیل کردند صحیحه و خدمت شما عزیزان عرض شد. منابعی که برای این درس استفاده شده شامل چند کتاب در اینجا میشه که خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. اولین کتاب حقوق مدنی 5 از دکتر عباس علی حیاتی انتشارات میزان. دومین کتاب حقوق مدنی 5 دکتر حسن بصیری انتشارات آیین دادرسی. سومین مورد حقوق مدنی 5 از دکتر مرتضی یوسفزاده انتشارات شرکت سهامی انتشار. چهارمین مورد از حقوق مدنی از دکتر مجید قربانی و انتشارات چتر دانش هست. امیدوارم استفاده لازم رو از این مجموعه برده باشید. پیروز، موفق و شادمان باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما عزیزان.